تحلیلگران سیاسی میگویند که وهابیت موجب شده است تا امنیت شیعیان در آسیای جنوب شرقی به مخاطره بیفتد دیوید هات روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شناخته شده در این باره گفت افزایش احساسات ضد شیعه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ریشه در وهابیت و برداشت کورکورانه و غلط از اسلام دارد و سرکوبها و آزارهای درون مذهبی را به همراه داشته و دارد ماه گذشته محمد اصری زین العابدین مفتی ایالت پرلیس مالزی با تاثیر از وهابیت مدعی شد که شیعیان تهدیدی برای امنیت ملی به حساب می آیند و باید اقدامی علیه آنها انجام شود این در حالی است که در مالزی که یک کشور مسلمان نشین با جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر است حدود 200 هزار شیعه زندگی می کنند که هیچ یک از آنها با گروه های افراطی و حملات تروریستی داخلی مرتبط نیستند اندونزی هم از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی است که شیعیان در آن هدف حملات ضد شیعی قرار دارند. در سال 2011 میلادی 500 تن از سنی های رو با حمله به روستایی در جاوا 300 تن از شیعیان صلح طلب را وادار به ترک منازل خود کردند در حالی که هیچ کس به خاطر این حمله تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت و مقامات محلی حدود یک ماه بعد اجازه بازگشت آوارگان شیعه به روستایشان را دادند. تحلیلگران میگویند که وضعیت برای شیعیان از آن زمان به بعد نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است مؤسسه تحلیل سیاست نزاع اندونزی در سال 2016 میلادی گزارش داد که اقدامات زدشی شدت بیشتری پیدا کرده است بسیاری از کارشناسان بر این باورند که احساسات ضد در آسیای جنوب شرقی به طور مستقیم با رشد وهابیت و حضور سانیهای تندرو مرتبط است که در پایان به شکل گیری گروه های تروریستی منجر شده است. به گفته یه دیوید هات در سالهای 1981 تا 2003 میلادی عربستان سعودی با هدف ترویج وهابیت برنامه ای را برای تبلیغ این مذهب در مالزی پیاده کرد و سپس به آن سرعت بخشید. در اندونزی هم پایان حکومت سوهارتو دومین رئیس جمهور این کشور فضا را برای گروه‌های های تحت حمایت عربستان به منظور ترویج وهابیت آماده کرد.